حیرت آهنگم که می فهمد زبان راز من، گوش بر این نه افسانه که تاریخ است، سرگذشت من است که تاریخ ایرانم. روزی روزگاری شهری بود با 7 حصار تو در توی بلند و استوار که هر یک از حصارهایش به رنگی بود. آن شهر در قلب سرزمینی جای داشت با اقوامی بس گوناگون اما هم دل و هم زبان. روزگار آن قوم ها و قبیله ها را چونان زر و سیم و آهن و مس در هم آمیخت و در آتش حوادث گداخت تا آلیاژی ناشکستنی به دست آمد. نخستین روزهای زندگی من که تاریخ ایرانم این گونه آغاز شد. پیوندی بر پایه برابری و برادری، بر پایه انصاف و عدالت در بین 7 قبیله بزرگ ما. آن شهر 7 حصار در قلب سرزمینی چنان یگانه و زیبا جای داشت. مردمان از همه جا به دیدن آن شهر افسانه‌ای می‌شتافتند. از پارس، اکد، بابل، آشور و دیگر سرزمین‌های جهان. راویان شکوه آن شهر هرگز نمی‌دانستند که خود از یاد خواهند رفت، اما نام حکمتانه و نام ایران همچنان زنده خواهد ماند. اکنون همراه عقابان بلند پرواز قله‌های زاگرس به سوی تو می آیم ای شهر شهرها، ای حکمتانه باستان، ای پای تخت پوشیده در افسانه‌های مهالود. اینک منم، برادر تو، تاریخ کهنسال ایران شهر. هر یک از روستاهای ماد ریش سپیدی داشت که داور اختلافهای مردم بود. یکی از آنان دیاکون نام داشت که آوازه خردمندی و دانایی او در همه جا پیچیده بود. دیاکو چون مردمان را نیازمند خود دید، روزی از قضاوت سر باز زد و دیگر داوری نکرد. به زودی دزدی و تبهکاری
اوج گرفت. مردمان از دیاکو خواستند دوباره ریش سپید شود و داوری کنند، اما شرط او این بود که مردمان او را به سروری بپذیرند. شرط دیاکو پذیرفته شد و او سرور روستاهای قبیله خود شد. به زودی مردمان روستاها و قبیله های دیگر ماد هم به او پیوستند. دیاکو آن 7 قبیله را پیوند بخشید، آیین ها و قانون هایی برای آنها نوشت، آنان را یک پارچه کرد و نخستین شاه مادها شد. آنگاه او دهدج یا شهرک اگمتان که تجمعگاه قبیله های ماد بود پایتخت خویش کرد. گمان پژوهشگران وسعت اگمتانه چندان بود که از یک سو به تپه پیسا در 2.5 کیلومتری تپه اگمتانه و از دیگر سو به تپه مسلا و گورستان پارتی ها می رسید. اگمتانه، 7 باروی تو در تو که اصطلاحاً کیشون نام داشته و در درون آنها کاخ و خزانه شاه جای داشت. در دل باروهای دیگر بخش‌های گوناگون اداری، دینی، لشکری و کشوری قرار داشت و مردم در آخرین حصار، یعنی حصار 7 بودند. هر بارو به رنگی بود: سپید، سیاه، ارغوانی، آبی و زرد تیره. کنگره های باروی 6 را آب نقره و کنگره باروی 7 را آب طلا داده بودند. مسافرانی که پای به این شهر افسانه‌ای می‌گذاشتند، خود را در شهری بس پاکیزه و بسامان می‌یافتند. شبکه آبرسانی شهر با دقتی مهندسی به همه جای شهر آبرسانی می‌کرد. در فاصله میان آبراها، کوچه‌ها و خیابان‌ها قرار داشت و همه کوچه ها و گذرگاه ها با خشت های 4 گوش آجر فرش بودند. مسافران در طول خیابان ها به خانه های بزرگی می رسیدند که در فاصله معینی از هم جای داشتند. هر ساختمان یک حیاط مرکزی داشت
و دور تا دور آن اتاقهای روبروی هم بنا شده بود. آن فرهنگ و دانش اجتماعی نیرومند بود که به مادها توان رویارویی با دشمنان سهمگینی چون پادشاهان آشور را می‌بخشید. پادشاهی آشور در قلب خاورمیانه امروز، یعنی عراق و ترکیه و سوریه، فرمانروایی می‌کرد. آنها بارها مادها را شکست داده بودند، اما سرانجام قدرت مادها بر آشوریان چربید و آنها را برای همیشه از بین برد. آمادای، هنگمتان، اکباتان و هگمتان محل تجمع مادان و امروز همدان. از همین دیوارها و خانه‌های برجای مانده معماری حکمتانه را بسی سنجیده و هندسی می‌یابیم. خانه‌های برابر و روبروی هم و کوچه‌ها و گذرگاه‌های موازی. برخی بیاکو را با هوشنگ شاهنامه یکی دانستند، زیرا او همچون هوشنگ مردم را از دهنشینی به شهرنشینی برانگیخت، دشمنان را از شهرها دور کرد، کاخی برای خود ساخت و برای باریابی مردم در کاخ زمانهایی معین کرد. بیاکو فرمانروایی ماد را برانهاد، اما فرزندانش فرورتیش و سپس هوخشتره آن را به اوج نیرو و شکوه رساندند. او ترکیه امروزی، آذربایجان، کردستان، پارس، خراسان، مازندران و بخشی از خوزستان را به سرزمین خود افزود. فرمانروایی مادها چندین نسل پایید، بیش از 150 سال. دریغا که ثروت مادها نه پشتوانه قدرت بلکه مایه شکست آنها شد. اشراف و رهبران ماد از پلکان زرین تجمل و اسراف بالا می رفتند و توده مردم به سراشیب فقر و تنگ دستی فرو رانده می شدند. ستم و نابرابری و فساد همه پایه‌های حکومت را موریانوار فرو می جوید و شهر حصارهای رنگین را به سوی نابودی می کشند. توده مردم از گرد آخرین پادشاه ماد آسیدهاک دور می شدند و اشراف و بزرگان هر یک در گوشه‌ای بخشی از قدرت را به دست می گرفتند. سرانجام استان انشان بنای سرپیچی از دولت گذاشت. حاکم انشان پسری داشت به نام کوروش. میگویند مادر کوروش دختر آسیدهاک بود.
کوروش سستی دولت ماد را دید و برخاست تا طرحی نو درافکند. کوروش جوان بود و جویای نام. جوان بود و میخواست بنای کهن افتاده ماد را از گرد سستی و نکبت پاک کند و جمالی تازه به آن ببخشد. او به حکمتانه حمله کرد. برخی سران ماد نیز از درون این دیوارها کوروش را یاری دادند. کوروش مردی بود از درون همین سرزمین و سران ماد خسته از آن همه فساد و تباهی می دانستند که اگر دروازه های شهر را به روی دوست نگشایند، آن دروازه ها با قهر و خشم دشمنان گشوده خواهد شد. و به دینگونه حکمتانه شهر باروهای هفت رنگ تو در تو به دست کوروش افتاد تا همان گونه که آغازگر تمدن ماد بود، آغاز تمدن ایران شهری هخامنشی شد. دولت ماد از میان رفت، اما حکمتانه بزرگتر و باشکوه‌تر از آن بود که از میان برود. پایتخت تابستانی هخامنشیان شد و از آن پس نیز بارها و بارها پایتخت دیگر سلسله‌های ایرانی شد تا یادگارهایش تا همیشه زینت بخش موزه‌های ایران و جهان باشد. نخستین آن موزه ها که لبالب از یادگارهای حکمتانه است اینجاست. موزه حکمتانه. سراغ مرا که تاریخم از جای دیگر مگیرید، زیرا من همیشه در اینجایم. ارجمندترین و ارزشمندترین ثروت این موزه یادگارهایی است که در چند دهه گذشته در کاوش‌های تپه حکمتانه به دست آمده است. این یادگارهای گوناگون در بردارنده ظرف‌های سفالی، پاره‌هایی از ستون‌های سنگی و سکه‌های فلزی بازمانده از روزگار هخامنشی، ساسانی و اسلامی است. تکوک نخستین بار در 6000 سال پیش به دست ایرانیان ساخته شد. مادها و سپس هخامنشیان به این هنر اوج تازه‌ای بخشیدند. تکوک
جامی بود از طلا، نقره و یا سفال که مانند سر جانوران ساخته می شد. بز، قوچ کوهی و شیر بیشتر از جانوران دیگر تکوک سازان را شیفته خود می کردند. به باور ایرانیان، نوشیدن در جامی جانور شکل نیروی آن جانور را به آدمی می بخشید. رودکی در زمان سامانیان تکوک را در بیتی به کار برده است. خور به شادی روزگار نوبه ها، می گسارن در تکوک شاهوار. که تاریخم از نخستین روزها که این خطوط بر سنگ ها کنده می شدند همراه این سرزمین بودم تا به امروز. من به یاد دارم نام همه آنان که نقش سرانگشتان خود را بر سنگ نوشته ها و بناها و خشت ها و سفال ها به یادگار گذاشتند. آنها همه یک نام داشتند: ناشناس. نام همه آنها ناشناس است، چون هرگز نام خود را در پای نوشته های خود، بر خشت ها و سفال های خود ننوشتند. آنان اما نامی دیگر هم دارند و من این نام را برازنده تر می‌یابم: مردم. آری، نام دیگر آنان این است: مردم. مادها فناوری لعاب را به سفالگران افزودند و سپس هنر سفالگری را به من سپردند، به من که تاریخم. من آن را به هخامنشیان دادم و آنها شکلها و طرحهای تازهی به سفال بخشیدند. باز آن را به امانت گرفتم و به اشکانیان و ساسانیان و سرانجام به هنرمندان ایران اسلامی رساندم. این دو تابوت سنگی اشکانی هم دو نمادند. اشکانیان مردگان را در خمره یا تابوت‌های گهواره‌ای به خاک می‌سپردند. ابن فقیه همدانی، تاریخ‌دان سده سوم هجری، می‌نویسد که بخت النصر برای تسخیر همدان آب سدی را به روی شهر گشود. چون آب را بکشود، بیشتر شهر غرق شد، به درون همدان شد و از مردم آنجا کشتاری بزرگ کرد و در آنجا بماند. لیکن وبا به جان او و سپاهیانش افتاد و جز گروهی اندک همه آن کسان که با او بودند جان سپردند. مردگان را در گورهای سفالین و حوزگونه به خاک کردند که تا همکنون در کوی و برزنهای همدان نشانه آن گورها هست. من که تاریخم، بیاد دارم حکمتانه از دیرباز یک موقعیت چهار راهی و راهبردی با اهمیت در مادستان داشته.
شاهراه خراسان از بابل تا مرو، همان جاده سمیرامیس افسانه‌ای، جاده لاجورد دوران بابل و آشور، جاده ابریشم عصر اشکانی و ساسانی و جاده شاهی عهد هخامنشی که از استخر و شوش به اگمتانه می رسید. اینجا در مسیر جاده است که همدان را به توشسرکان پیوند می‌دهد. این راه یکی از شاخه‌های اصلی راهی باستانی بود که از دامنه اگمتانه آغاز می‌شد و به بابل در بین النهرین یعنی عراق امروزی می‌رفت. در روزهای خوب صلح، گله‌های بزرگ اسب، گاو، گوسفند و شتر و نیز سنگ لاجورد، برنز، طلا، نقره و پارچه‌های پشمی را به اگمتانه می‌بردند و می‌آوردند و در روزهای تلخ جنگ، لشکرهای مادی و هخامنشی خاک این دره‌ها را در زیر سم اسبان تیزپای خود توتیا می‌کردند. هخامنشیان که تمدنی بس گسترده تر و باشکوه تر از مادها آفریده بودند، میخواستند یادگار فر و بزرگی خود را برای آیندگان به یادگار بگذارند. آنها برای نوشتن و به یادگار گذاشتن کتیبه های خود جایی بهتر از صخره ها و سنگ های این دره ها نمیتوانستند یافت. نخستین کسی در تاریخ که درباره این دره‌ها و سنگ نوشته‌های آن سخن گفته است، ابن فقیه همدانی است که در کتاب مختصر البلدان می‌نویسد: نیز در همدان صخره‌ای هست بزرگ. اسکندر که از همدان بگذشت، چون این صخره را بدید، فرمود تا آن را بخواند. آن چنین بود: راستگویی میزان خداوند است و دروغ پیمانه شیطان. آنجا که راستی بر دروغ پیروز گشت، عدالت بر ستم پیروز شده است. آنجا که دروغ بر راستی چربید، ستم بر عدالت چربیده است و گناهان زمین را پر می کند. آنچه ابن فقیه همدانی درباره نوشته های گنجنامه می گوید، یک سر خیال بافی است. سنگ نوشته ها به سه زبان پارسی کهن، بابلی و ایلامی است. نوشته سمت چپ از داریوش است و سمت راست که اندکی پایین تر است از خشایارشا. هر دو نوشته های یکسانی دارند. داریوش نوشته است: خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید، که آسمان را آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید. منم داریوش، شاه شاهان، شاه سرزمین هایی که نجات های گوناگون دارند، شاه سرزمین های دور و پهناور. داریوش
پس از ستایش خدای بزرگ از موهبتی سخن میگوید که گویا نخستین هدیه خداوند به مردم است که همانا شادمانی است. شادی حاصل برابری است و گویی آن کتیبه نگاران می دانستند که آنچه مادها را فرو شکست کشتن شادی ها بود و پروراندن نابرابری ها. شگفتا ایران، شگفتا همدان، شگفتا سرزمینی که هرگز از آفریدن هنر و ستایش زیبایی باز نایستاد و باز نمی ایستد. همدان از نخست با هنر آفرینی معماران و شهرسازان ماد بنا شد و هرگز در گذر روزگاران میراث هنرپروری و فرهنگ آفرینی خود را فرو ننهاد. در فرش و خط و نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم. از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند، تفتان و سرخس و ارس و زاگرس و اروند،
هر قوم وطن صف شکن روز مباداست، نام تو خروشانی و آرامش دریاست. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار